عمق شکاف و ابعاد خصومت باندهای حاکم. جنگ و دعوا همیشه در رژیم بوده و جزی از ماهیت این نظام و جدایی ناپذیر از آن است. اما در مرحله کنونی به نظر می رسد که این جنگ و دعواها وجوه و ابعاد جدیدی را از خود نشان می دهد. از یک سو ابعاد این پدیده را نشان می دهد و از سوی دیگر به عمق شکاف و ریشه ها راه برده و گاه تا زیر سوال بردن اصل نظام راه می برد. آخوند احمد خاتمی به شدت به ابعاد جنگ جناح‌ها و باندهای حاکم اعتراف می‌کند و می‌گوید خصومت‌های جناحی سبب دعواست، سبب هست یک جناح قدرت به دست می‌گیره، کل جناح دیگر را جارو می‌کنه، جناح دیگر می‌آید حتی آبدارچی را هم نمیتونه تحمل کنه. این اسمش خصومت هاست، نباید چنین باشه. واقعیت اما فراتر از جارو کردن جناح ها از صحنه قدرت و ثروت به مسائل خطی و بنیادی برمیگردد. این کشمکش ها در عرصه های مختلف نظام را به بن‌بست کشانده است. اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در روز 19 شهریور در وحشت از آنچه ناامیدی مردم مینامید از محاصره بودن نظام در حلقه ابرچالش ها خبر داد و گفت مشکلات امروز راه کار سیاسی دارد نه اقتصادی، نه اینکه گروهی بروند که بعدی بیایند. محمد رضا باهنر از مهره های باند خامنه ای در نقطه مقابل میگوید دولت مردان اگر مستقیم و یا غیر مستقیم برای حل مشکلات اقتصاد کشور دنبال راه حل سیاسی هستند، راه را اشتباه رفتند. مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی دارد. محمد صادق کوشکی یک کارگزار دیگر باند خامنه ای گفت ریشه مشکل وجود دولت روحانی است. او میگوید این را مطمئن باشید که اگر تیم آقای روحانی مدیریت اقتصادی پویا مانند آلمان را هم در دست بگیرد کمتر از 2 ماه این کشور را به خاک سیاه می نشاند، همانطوری که ایران را نشانده است، چون که دولت روحانی تصمیم و همتی برای بهبود وضع کشور ندارد. اما وقتی بحث ریشه مسائل و مشکلات می شود، باند اصلاح طلبان و همسو با روحانی هم حرفهای جدی دارند. از جمله فائزه هاشمی دختر رفسنجانی در یک مصاحبه تلویزیونی روی حکومت فردی و استبداد مطلقه ولایت فقیه دست می‌گذارد و می‌گوید من مشکل ساختاری که با رهبری یا ولایت فقیه دارم اینجاست. سه قوا رو آورده زیر مجموعه رهبر گذاشته، یعنی همون تمرکز قدرت. ما تفکیک قوا رو داریم ولی تمرکز قدرت هم داریم. تمرکز قدرت خطاست، یعنی همه چیز به یک نفر ختم بشه خطاست. من با این مشکل دارم. به نظر من یکی از بحثایی که در قانون اساسی ما نیاز به اصلاح داره برداشتن عدم تمرکز قدرته. خود آقای منتظری هم بعدن اعلام میکنم اگر میدونستم ولایت فقیه این میشه سرنوشتش، یعنی اینجور اسلام رو آسیب میزنه، من اصلا همچین کاری نمیکنم. من ولایت فقیه منظور اینا نبود. مقصود فراستخواه یک کارگزار رژیم ضمن اذعان به اینکه شکاف دولت ملت در ایران به صورت مزمن وجود داشته و حاکمیت آخوندها عمیق‌تر هم شده، از هر گونه امکان هم آمدن این شکاف اظهار ناامیدی کرده و به روزنامه حکومتی آرمان میگوید تنها منشأ امید که ایران بتواند از طریق رشد اقتصادی اجتماعی و مدنی پوست اندازی کند به شکل مبهمی از بین رفت.